شاهکارهای فراموش شده دنیای اپرا در جشنواره اپرای وکسفورد. در این جشنواره آثاری اجرا می شود که کمتر به روی صحنه رفتند. امسال اپرای مدا شاهکار لویجی کروبینی آغازگر 66مین دوره این جشنواره بود. آهنگساز ایتالیایی که بیشتر عمرش را در فرانسه گذرانده، مدعا را به زبان فرانسوی و بر اساس تراژدی اوریپید نمایشنامه نویس یونان باستان ساخته. مدعا زنی که نتوز و انتقامجو و سیاه دل است که خیانت همسر خشمی مهار نشدنی در وجودش شعله ور می‌کند. وقتی اولین بار داستان مدعا را خواندم، چیزی که خیلی مرا جذب کرد این بود که این داستان بیشتر درباره زندگی است تا درباره مرگ. داستان تلخی است. خانواده نابود شده، آینده ویران شده. تراژدی نیست، فاجعه است. آنچه در این داستان به شدت بر من تأثیر می‌گذارد این است که نشان می‌دهد چقدر عشق پرارزش است. لیز دیویدسون خواننده سوپرانوی اهل نروژ نقش مدعا را بازی می‌کند. استفان بارلو رهبر ارکستر این اجرا از این نقش می‌گوید: یکی از سخت‌ترین نقش‌ها برای خوانندگان سوپرانو آوازی است که کروبینی نوشته است. تستی تورای گسترده‌ای را می‌طلبد. برخی قسمت‌ها خیلی زیر است و نیاز به کلاراتورا دارد. و البته بخش‌هایی که باید بسیار آرام و شناور با حال و هوای روحانی اجرا شود. تراژدی زمانی آغاز می‌شود که شوهر مدعا او را ترک و با گلاوس ازدواج می‌کند. مدعا برای انتقام از شوهر خیانتکار فرزندانش را می‌کشد و به گلاوس سم می‌دهد. گلاوس همه داستان مدعا را می‌داند. و از همان ابتدا احساس می‌کند چه پایان غم‌انگیزی در انتظارش است. او ترس از مدعا، حضور او و قدرت او را حس می‌کند. Medea is both a classical story. داستان مدعا بر اساس یکی از افسانه‌های یونان باستان است، اما در عین حال می‌تواند برای یک زوج امروزی هم رخ بدهد. بنابراین تصمیم گرفتیم شکل اسطوره‌ای داستان را حفظ کنیم و هر بار که مدعا از گذشته و سرزمین مادریش که کولخیس است حرف می‌زند، ما هم به آنجا می‌رویم که پر از صخره و سنگلاخ است، اما تکیه‌گاه خاطرات اوست. سورئالیستی اما در عین حال دقیق و منسجم است. کروبینی برای بخش‌هایی از این اپرا موسیقی تند و خشن نوشته است. صداها گاهی خیلی اوقات خیلی تیز است و سازبندی و ترکیب و انتخاب سازها گاهی تکان دهنده و شوک‌آور است. اپرای مدعا در اعماق وجودتان نفوذ می‌کند و نمی‌توانید فراموشش کنید.